مهمان من بیش از نیم قرن است که شعر میگوید، اگرچه روزنامه نگار هم بوده و از اولین زنانی است که در رشته روزنامه نگاری از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده است و زمانی سردبیری یکی از مجله های پرفروش ایران را هم به عهده داشته است. با این حال شعر بخش بزرگی از زندگیش بوده، اگرچه معتقد است که به خودش به عنوان شاعر و هنرش شعر خیانت کرده، چون همیشه در تلاش معاش بوده است. او که حالا پا به 80 سالگی گذاشته، نگاهش به گذشتهش چگونه است؟ خانم لعبت والا، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. خیلی متشکرم آقای فانی، به من افتخار دارید که من در خدمتتون باشم. افتخار از ماست. خانم والا، شما بیش از 50 سالی که دارین شعر میگید و به عنوان شاعری سرشناس در ایران شناخته شده هستید، چرا فکر میکنید که شما به خودتون به عنوان شاعر و شعرتون خیانت کردید؟ برای اینکه من تمام انرژی و نیروم رو برای شعر نگذاشتم. من همیشه یادم میاد فروغ میگفت که آدم نمیتونه هم مادر خوبی باشه، هم همسر خوبی باشه، هم شاعر خوبی. باید یکیش رو انتخاب کرد و معتقدم که واقعا اینطور هست. یعنی باید هنر فداکاری لازم داره و باید تمام نیرو رو گذاشت براش و من نکردم این کار رو. من بیشتر برای زندگی و در جهت امرار معاش و بعد به هر حال چون بیشتر ایام زندگیم به عنوان یک زن تنها فرزندانم رو سرپرستی کردم، طبیعتاً بیشتر انرژی من صرف زندگی اونها شده. ولی با این حال خانم والا، تولید هنری شما در عرصه شعر کم نبوده و شما نه فقط در به هر حال گفتن شعر، بلکه در ترانه سرایی، در روزنامه نگاری و غیره هم خیلی فعال بودید سالهای مدید. فکر نمی‌کنید یه خود سختگیری می‌کنید به خودتون؟ درسته. ببینید، ولی کار روزنامه نگاری و کار ترانه سرایی کار من بود، یعنی به عنوان حرفه بود نه هنر، و من طبیعتاً خیلی زیاد وقت صرف حرفه می کردم چون اون وظیفه من بود و کارم بود. ولی شعر برای من همیشه بازگو کننده احساسم بوده. زمان، یعنی فرصت زیادی پیدا نمی کردم برای اینکه به احساس خودم بپردازم. ولی در این حال همین صحبت شما که شما به هر حال به شعرتون خیانت کردید به دلیلی که وقت براش نذاشتید، نشون میده که چقدر شما دلبستگی داشتین به شعرتون، چقدر عجیب بوده با زندگیتون. شعر دقیقاً برای شما یعنی چی؟ شعر هویت منه. یعنی من فکر میکنم که با شعر به دنیا آمدم. از وقتی بچه بودم، اونطور که مادرم میگفت، حتی در 3-4 سالگی قافیه جور میکردم، سرهم میکردم و هیچ وقتم به طور کلاسیک نرفتم بیاموزم. البته خوندم، مثلا فرض کنید عروض رو نمیدونم، اینا رو خوندم، ولی به هیچ وجه نتونستم اونطور که باید به عنوان یک شاعر حرفه‌ای، چون میتونه شاعر هم حرفه‌ای باشه. ولی خب ما شاعر حرفه اصولا در ایران بسیار بسیار کم داریم. یعنی کسانی که شغلشون شاعری باشه، 90% شاعرای ایران هر حال حرفای دیگه هم داشتن و در ضمن شعر هم میگفتن و شاعر شدن. بله، ولی من فکر میکنم که شاید یکی از استثناها باشم که در وزارت فرهنگ و هنر به عنوان شاعر استخدام شده بودم. یعنی حرفه من شاعری بود که اون در حقیقت ترانه سرایی بود و گاهی نمایشنامه نویسی و طرح برنامه های تلویزیونی مثل اپرات و اینها. ولی یادم میاد اولین بار در شوروی وقتی که با من مصاحبه کردن و شعر خوندم و بعد برای من دستمزد فرستادن برای اینکه شعر خونده بودم در تلویزیونشون، خیلی تعجب کردم. بعد گفتن که خب حرفه تو شاعریه.
و من اون موقع فکر میکردم که شعر گفتن یه کار تفننیه و به هیچ وجه انتظار نداشتم که پاداشی برای شعر گفتنم بگیرم. بعد که وزارت فرهنگ و هنر تأسیس شد و من رو واقعا به عنوان شاعر استخدام کردن، حقوق بگیر در وزارت خونه شدم برای شعر گفتن و احیانا ترانه. حالا به این موضوع به اصطلاح شغل شما به عنوان شاعری برمیگردیم خانم بالا، ولی در این حال شعر شما خیلی شعر خصوصیه، خیلی شرح حالات و عواطف شخصی شماست، برخلاف خیلی از شعرهای همدوره شما و الان ایران، از جمله دوست دیرینتون خانم بهبهانی که شعراشون به قول خودشون اینها درد اجتماعی رو فریاد میکنن. کاملا صحیح میفرمایید. من به قول اخوان سالس مرثیه خان دل دیوانه خیشم. هیچ وقت سیاسی نبودم و طبیعتا فقط بازگو کننده احساسم بودم، ولی معتقدم که به عنوان یک فرد از اجتماع اگر من صادقانه احساسم رو بیان کنم، طبیعتاً بازگو کننده احساس خیلی ها هستم که مثل خودم فکر میکنن. فقط مسئله شعر گفتم فکر میکنم صداقته که باید در کلام شاعر باشه. شما فکر میکنین اگر که شما در ایران بودید مثل خانم بهبهانی و دیگر همدورهای شما، مضامین شعر شما متفاوت بود؟ 100%. یعنی طبیعتاً بازگو کننده یه اونچه که در اطرافم میگذشت بودم. اینجا بعد از انقلاب، یعنی بعد از کوچ کردن، من شعرام بیشتر درد غربت و دوری از وطن و آرزوهای عبث و یا به هر حال امیدهایی که هست و انسان رو زنده نگه می‌داره، بیشتر باز در رؤیا بودم تا حقیقت. اونجا اگر بودم حقیقت رو از نزدیک لمس می‌کردم. البته عرض کنم که این دوست نازنین و استاد بزرگوار من سیمین بهبهانی استثنائیه. او یک نفره و تنها اوست که واقعاً روز شمار زندگی امروز ایران رو و تمام اتفاقات رو به زبان شعر بیان میکنه و چقدر رسا و چقدر او استاده. و من شاید در ایرانم اگر بودم هرگز به گرد پای او نمیرسیدم، ولی طبیعتاً یه مقدار شعرام رنگ اجتماعی بیشتر میگرفت، چون میدیدم ما در اینجا مثل ماهی از آب بیرون افتاده هستیم. ما تلاش میکنیم، حرکت میکنیم که به آب برسونیم خودمونا، ولی تلاش عبثه. بسیار خوب خانم والا، شما صحبت از خانم بهبهانی کردید. شما خانم بهبهانی و فروغ فرخزاد سه دوست خیلی نزدیک بودید با هم دیگه در ایران که بودید، و این چه چیز سبب شد که شما با هم دیگه اینجوری اخت پیدا بکنید و دوست بشید؟ اولین برنامه‌ای که، یعنی اولین مأموریتی که به عنوان یک روزنامه‌نگار به من ارجاع شد، مصاحبه با زنان شاعر بود و این موقعی بود که هنوز هیچ زنی راجع بهش در روزنامه ها نوشته نمی شد و صحبتی نبود ازش. در سالهای سی، 1330. بعد من رفتم برای مصاحبه، یعنی تلفن کردم به خانم بهبهانی، فروغ، خانم نیر سعیدی، اون موقع چند نفر دیگر هم بودند که بعد برای مصاحبه رفتم منزلشون و ما این مقدمه دوستی ما بود. بعد طبیعتاً این دوستی ادامه پیدا کرد، اغلب هم دیگر رو میدیدیم، جمع شدیم خونه یکی از دوستانمون هر ماه، بعض وقتا بیشتر از یک بار در ماه شعرامون رو برای هم میخوندیم، راجع به کتابایی که چاپ شده بود حرف میزدیم و یه صمیمیتی بود که بعد البته. ولی شما با فروغ بعدن به نوعی کدورتی پیش اومد و شما ارتباطتون قطع شد. بله، من رنجیدم از فروغ. سببش فروغ من باهاش واقعا صمیمانه دوست بودم و او هم مرا، و یعنی احساس نزدیکی به من میکرد. موقعی که در یک تنگنا گیر کرده بود که از خونه خودش، از خونه پدر مادرش آمده بود بیرون
و کار نداشت، جایی نداشت، آمد پیش من و گفت که من تو این شهر به تنها کسی که فکر کردم مراجعه کنم تو بودی و چه میتونی بکنی؟ من اون موقع هم در تهران مصور کار میکردم و هم یک سالن خیاطی داشتم، اونم باز برای تلاش معاش به عنوان پپلیپا. فروغم خودش خیلی هنرمند بود، خیاطی خوبم میکرد، لباسهای خودشو میدوخت و اینا. گفتم بهش ببین فروغ، تو میتونی که یا بیای توی اونجا با هم کار کنیم و یا اینکه در مجله تهران مصور کاری بکنی. بعد اون موقع سردبیر مجله آقای رجا بود و خیلی با آغوش باز استقبال کرد که فروغ بیاد. منتها یکی از مهمترین نویسندگان اونجا که پاورقی های مجله رو می نوشت، آقای حسین قلی مستعان، نمی دونم به چه دلیل با فروغ هیچ میانه خوبی نداشت، خیلی مخالفش بود، باش مخالف خونی کرد و می گفت نه. ولی به هر حال ما موفق شدیم، یعنی آقای رجا و من، و موفق شدیم که فروغ بیاد اونجا. فروغ یک سلسله مقالاتی رو می نوشت با اسم مستعار، فکر میکنم پریزاد، و یادم نیست الان دقیقا، پریزاد مثل که انتقاد، مقالات انتقادی می نوشت راجع به محافل هنری، همزمان با موقعی که ایرج پزشکزاد می نوشت مقالاتی که راجع به هنرمندا و شعرا و اینها. فروغ هم اونجا سلسله مقالاتی شروع کرد که بوتا را می شکنیم یا بعد یه مدتی در اونجا کار میکرد. بعد من همیشه پشت سر فروغ، چون موقعی بود که فروغ در بحران به قول خودش بدنامی بود، خودش میگفت، میگفت که چون شعر گناه کردمش سر زبونها بود و همه او رو محکوم میکردن، و من همیشه یقه میدروندم برای اینکه دفاع کنم ازش و میگفتم که نه اینطور نیست و اینا. بعد یه بار همین آقای رجاب گفت که تو این همه راجع به فروغ دفاع میکنی ازش و اینقدر علاقه داری و طرف میزنی، اون اولین چیزی که گفته میگه که این صفحه شعرتون چقدر مزخرفه، چون من صفحه ادبی رو من اداره میکردم، بذارید من اداره کنم که بهتر باشه. من گفتم خب نداره، راست میگه، چون واقعا عقیده داشتم که کار او کار خوبی است. من همیشه خودم رو کمتر از دیگران میدونستم، این صفت منه، همچنان هست این صفت در من. گفتم که از اون موقع خوب اشکالی نداره، ولی البته این مدت زمانی که در تهران مصور کار میکرد زیاد طولانی نشد، چون همون موقع دیگه با آقای ابراهیم گلستان آشنا شد و رفت به دفتر ایشون و کار فیلم برداری و دیگه از تهران مصور رفت. ولی ما دوستیمون خب همچنان ادامه داشت تا اینکه باز یک بار، که این بار خواهرزاده خودم برگشت گفت که تو اینقدر از فروغ داری تعریف میکنی، اون راجع به تو بد گفته. شما فکر میکنین که مثلا حالا اگر بد گفته یا نگفته، این به سبب اختلافات سیاسی بود؟ چون فروغ یک گرایش های دیگه ای داشت، کاملا متضاد با شما در اون زمان از نظر سیاسی، از نظر به هر حال برخوردش به حکومت وقت. بله، ولی من به عنوان یه دوست انتظار داشتم که حقیقت رو به من بگه. ببینید خیلی طبیعیه که من چون در مجله تهران مصور کار میکردم، برادر من مهندس پالا خوب در رأس اون بود و تهران مصور سمبول مبارزه با حزب توده بود و کمونیست ها، طبیعتاً من هرگز نمیتونستم مورد اعتماد دوستان چپگرای خودم باشم، و اگر فروغ هم به این طریق به هر حال داشت، من انتظار داشتم که به من حقیقت رو بگه. ولی جور دیگری بدنامی بدجوری، یعنی صحبتی کرده بود که من رنجیدم ازش، و بعد مثلا مدت نزدیک به سه سال آخر زندگیش من نمیدیدمش، و حتی دوستان ما خیلی مشترک بودن، ما با هم سفرها میکردیم، دوستان مشترک داشتیم، ولی هر وقت که احیانا من جایی بودم او نمی اومد، هر جا که او بود من نمی رفتم. تا اینکه اتفاقا درست از سزای روزگار، بازی روزگار، یه هفته قبل از اتفاقی که براش افتاد، چون ما انقدر که نزدیک بودیم سلمونی هامون هم یکی بود، آرایشگاهمون، رفته بودم و پوران فرخزاد خواهرش که او هم دوست صمیمی و نازنین من بوده همیشه،
او هم بود و فروغ هم بود. و بعد من رفتم، خب طبیعیه، با پوران رفتم روبوسی کردم و خیلی گرم، به فروغ هم اعتنایی نکردم، نشسته بود سرش رو خوش کنه و اینا. بعد وقتی که کار فروغ زود تموم شد بره، پوران رو صدا کرد بیرون در. بعد پوران رفت و یه مثلا 5 دقیقه هم طول کشید که برگشت. بعد که برگشت پوران گفت ببین فروغ میگه که به لوبت بگو از تو به من بد گفتن، از من به تو بد گفتن، ولی این مسخره است که ما با هم دیگه قرار باشیم همدیگر رو ببینیم و اینها. حالا قرار گذاشتیم که مثلا فرض کنید، حالا درست دقیقاً روزش یادم نیست، 3 شنبه هفته دیگه خونه پوران قرار شد که فروغ بیاد، منم برم و همدیگر رو ببینیم. گفتم باشه و یه همچنین قراری رو گذاشتیم، ولی اون اتفاق نیفتاد. پیش نیومد و 5 شنبه همون روز این اتفاق افتاد. بسیار خوب، خیلی ممنون. شما در مصاحبه خانم والا به روشنفکرهای ایرانی حمله کردید و گفتید که اگر شما رو هم جز اون روشنفکرها بدونن به شما تهمت زده شده و میگید که شما همیشه خودتون رو از دید در مقابل اونها ارتجاعی میدونید. من حالا میخواستم سوالم این بود که شما میگید که یک عمر از روشنفکرا سرکوب و شکنجه دیدید، چیه مشکلتون با روشنفکرا ایران؟ ببینید، من کتابی که چاپ کردم تا وقتی که خروس میخواند با توطئه سکوت برگذاشت. البته من حق میدم به روشنفکرا که منو طرد کنن، برای اینکه من همزمان یک پاورقی در تهران مصور مینوشتم، داستان دنباله دار، که مقدار راجع به حزب توده و رفقایی که میشناختم از نزدیک و بعضی از دوستانم هدف ناراحتی هایی شده بودن که از طرف اونها پیش آمده بود براشون، یه مقدار اینها رو مینوشتم توی اون داستان. و بعد یکی دو تا از دوستان نزدیکتر حتی به من پیغام دادن که دیگه این داستان رو تموم کن، برای اینکه خیلی بده و تقریباً یه حالت تهدیدآمیز. بنابراین من خیلی طبیعی میدونستم که دوستان کمونیست من منو طرد کنن، هم به خاطر کارم در تهران مصور، هم نوشتن داستان‌های اینگونه‌ای، و همین که من به هر حال موقعی که در وزارت فرهنگ و هنر بودم شعرهایی میگفتم در جهت تایید دولت وقت، یعنی احیانا سلطنت، و طبیعتا حالت مدیح سرا داشتم. خیلی طبیعیه که دوستان مخالف دولت و حکومت وقت از شما برنجن. من ازشون ممنونم هستم که به عنوان دوست رابطه‌شون رو با من نگه داشته بودن. خانم والا، شما هنوز همین بدبینی رو دارید نسبت به روشنفکرای ایران؟ بله، خیلی متاسفم که با توجه به خیلی تغییراتی که در نحوه فکری بسیاری هم شاید شما شاید هم روشنفکرای چپ اون زمان به وجود اومده. والا من چون معتقدم که مقدار زیادی بلاهایی که به سر ایران آمد در این انقلابی که میدونیم، مقصر اصلی روشنفکرای ما بودن، یعنی چون توده مردم که نمیتونستن فاعل مطلق باشن، اونها بودن که دنبال اونها رو تشویق کردن که از این نظر دارن شما روشنفکر رو مقصر میدونید؟ بله، من مقصر میدونم و بعد مقصر بعد از چیز. خانم والا، ممکنه مثلا اون زمان، خب روشنفکر شما از یک خانواده اشرافی بودید وابسته به شاهان قاجار، در دولت ایران با دولت ایران از نزدیک کار میکردید، شاید از همونطور که خودتون گفتید از معدود کسانی بودید که به عنوان شاعر، به عنوان شغل شاعری استخدام شده بودید و حقوق میگرفتید، و همونطور که خودتون الان هم گفتین شما به نوعی مدیحه سرایی هم در مورد حکومت وقت میکردید، در مقابل روشنفکرایی که فکر میکردن اونها بیشتر با مردم نزدیکن، درد و مشقات و مشکلات مردم رو میبینن، درد سانسون رو میشناسن، و شما اینا رو باش بیگانه بودید، در نتیجه فکر نمیکنین که اونها شاید حق داشتن از شما انتقاد بکنن در اون مقطع؟ میدونید مسئله اینه که من درستی که کار
ببینید من فرض کنید گفتم که مدیحه گفتم، من برای انقلاب سفید شعر گفتم، ولی از درون واقعا با احساسم بود، اعتقاد داشتم، اعتقادم بود، برای اینکه من برای آزادی زنان مبارزه میکردم. بعد دیدم وقتی زنها به آزادی رسیدن طبیعیه که فریاد بزنم و خوشحالیم رو ابراز کنم، و برای خیلی از مواقع چون معتقدم که انقلاب سفید همون هدفهایی رو که مخالفین دولت و شاه داشتن داشت به مرحله اجرا میگذاشت، و اگر که دوستان چپگرای من منصفانه قضاوت میکردند و فرصت رو میدادند به شاه که برنامه هایی رو که در نظر داشت اجرا کنه، حتما ایران وضعش فرق میکرد. من این رو معتقدم و میدونم که حتی اون موقع آخه مشکل این بود که من میدیدم احیانا بعضی از دوستان چپ من که دارن از اون طرف بدگویی میکنن از دولت، از اون بر دارن پول میگیرن از دولت. البته صحبت هم که میکردیم میگفتن که وقتی در جلسات خصوصی صحبت میشد میگفتن اونا وظیفه‌شونه به ما پول بدن، ما هم وظیفه‌مونه که بهشون فحش بدیم، و من اینو نمیتونستم بپذیرم. گفتم چون من سیاسی نبودم، من شاعر بودم. شما میگید سیاسی نبودید خانم والا، ولی در این حال همون شعرهایی که شما در وصف انقلاب سفید میگفتین یا مسئله دیگه‌ای که به اصطلاح اتفاقات سیاسی وقت بود در ایران، عملا سیاسی بودید؟ بازگو کننده احساس هم بودم. وقتی به عنوان یک زن، وقتی میدیدم که از زن آزاد شده، خیلی طبیعیه میگفتم روز آزادی مبارک باد خواهر، بندها بوکس است، دیوار اسارت فرو ریخت، نمیدونم، میدونید زنجیرهای بردگی پاره شد فلان، اینا طبیعی احساس خودم رو میگفتم، چون من به عنوان یک زن، البته ببینید میگم که مبارزه نمیکردم، من به عنوان یک زن مبارزه میکردم از نظر اجتماعی، برای اینکه برام مهم اچاف شده بود یه وقتی که مشکلی پیش آمده بود برای من با همسرم، دیدم که به عنوان یک زن هیچ نوع حق حیات ندارم. طبیعتاً مقدار زیادی از مقالاتی که می نوشتم و مبارزاتی که می کردم در جهت احقاق حقوق زنان بود. طبیعیه وقتی که می دیدم که این حق رو به ما دادن فریاد شادی بزنم. ولی از اونجایی که گفتید، ببینید من پدر بزرگ پدرم نایب سلطنه عباس میرزا بوده، طبیعتاً تو رگهای من این خون شاهی، حالا خوب یا بد، آلوده یا غیر یا چیز پاک، به هر حال این خون جاری است. طبیعیه که من یه مقدار سلطنت طلب باشم تا جمهوری خواه. منظور همون این چیز اصطلاحی است که حتی اگه شاه مستبد باشه. نه، من اون موقع جزو منتقدین بودم، و خود من بارها، من خودم یه موقعی ممنوع القلم شدم، خود آقای هویدا منو خواست اون موقعی که در تهران مصور، وقتی که خانم هایی که وکیل بودن کاری انجام نمیدادن برای دفاع از حقوق زنان، بعد من مقالات تندی می نوشتم و انتقاد می کردم، منو خواستن، نخست وزیری خواست منو، و بعد گفتن که خلاصه قانون دیگه حق نداری بنویسی، که اون موقع دیگه من یه مدت ممنوع القلم شدم. یعنی اینطور نیست که من ساکت نشسته بودم اون گوشه و فقط احساس عاشقانه میگفتم، نه، اینا رو میدیدم، منتها در جهت سیاسی به اون صورت نبود. البته بگم به شما، من حتی دو تا از فستیوال های جوانان رو رفتم، بخارست رفتم، بعد ورشو رفتم، و با دوستان کمونیستم بودم، بعضی از همون دوستان کمونیست که احیانا در فستیوال ورشو دیده بودم، بعد که آمدن ایران خودشون تغییر مسلک دادن، به دولت پیوستن، و سخنشون هم این بود که همه اون حرفایی رو که ما میزدیم خودش راه داره انجام میده. بسیار خوب خانم والا، وقتمون تقریبا تموم شده، خیلی کوتاه اگه من جواب بدید که الان که یه مقدار فارغ البالتر شدید، درد معاش به اون شکل ندارید، بچه‌ها بزرگ شدن، الان بیشتر به شعر میپردازید؟ بیشتر دارم همین میگم، ولی مرثیه خان دل دیوانه خیشم باز هم بیشتر شعرام چیز قربت داره و دوری از دیار، و بعدم از دور تماشاگر مبارزه عزیزان هستم و آرزوی موفقیت براشون میکنم، و اینها رو گاهی در شعر تا اونجایی که
دیگه ذهن خسته و مغز پیرم اجازه بده به زبون بیارم. خیلی متشکرم خانم لوبت والا، شرکتون در برنامه به عبارت دیگه. ممنونم از شما. متشکرم.